یا اقامت یک ساله می دهد، سه ساله می دهد و هفت ساله داخل ایران اقامت دائم اونهایی که شما کار ندارین شما غیرمجاز هستین و به طور غیرمجاز زندگی میکنین این قسمت خیلی خوب گوش کنین که احتمال داره که شما هم صاحب کارت شوین جزئیات جدید از ساماندهی اطبا در ایران خبری جدیدی که امروز پخش شد دوستان عزیز احتمال ای از گفتن که یا اقامت یک ساله داده میشه یا اقامت سه ساله داده میشه و یا احتمالاً اقامت هفت ساله برای اتباع داده می شود و گفتن اونایی که مدارک نداره در داخل ایران هست هم ارزیابی میشه به اساس ارزیابی برای اونا هم کارت داده می شود کارت اقامت بسم الله الرحمن الرحیم سلام و عرض ادب خدمت شما بیننده های خوبی ما خیلی خوشحال هستیم که یک بار دیگر در خدمت شما عزیزان قرار دارم و امروز هست تاریخ 15 هفته 1403 که مطابق میشه با 5 اکتبر 2024 همتان عزیز امروز یک خبری کاغذ پیچ برای شما دارم اوی است که خبرهای جدیدی از طرح ساماندهی اتبا هست میریم یک گزارش آمده کردیم همین گزارش بسیم هم شما دوستای عزیز میرسانم و باز هم در خدمت شما هستیم امیدوارستیم تا پایین برنامه ما را همراهی کنین و لطفا اگر از نوز چینل ما را سابسکرایب نکردین لطفاً چینل ما را سابسکرایب بکنین و ویدیوهای ما را با خود اشتراک بگذارید جزئیات جدید از طرح ساماندهی اتباع خارجی سخنگوی کمیسیون امور داخلی کشور و شوراهای مجلس شورای اسلامی گفت بر اساس طرح ساماندهی اتباع خارجی دیگر چیزی به عنوان اقامت دائم در ایران نداریم بلکه برای اتباع سه نوع اقامت موقت صادر می شود کیا که یک ساله سه ساله و احتمالا هفت ساله پیش بینی شده است ولی الله بیاتی در گفتگو با اسنا با تاکید بر لزوم تعیین تکلیف هر چیز زودتر طرح ساماندهی اتباع خارجی گفتن امروز نگرانی های بسیاری از سوی مردم در خصوص اتباع کشورهای خارجی بر نمایندگانی مجلس منتقل می شود و های قانونی بسیاری درباره این اتباع وجود دارد منظور از این دوستای عزیز ای گفتند که گفتن که نگرانی های بسیاری از سوی مردم به مجلس ارائه می شود یکی مثل آقای کسایی هست که این روزا کمر بسته کرده به خاطر لغو سازمان ملی مهاجرت و همچنین اخراج مهاجرین از ایران میریم در ادامه گزارش میخوانیم که تاکنون بیش از 20 بند اون به تصویب رسیده و در این طرح ما خلاهای قانونی رو پیش بینی و برطرف کردیم به عنوان مثال بر اساس مصاحبه کمیسیون قرار است که یک شورای هماهنگی در کشور بر ریاست وزیر کشور تشکیل شود که نه وزیر در اون عضویت دارند و این شورا وظیفه سیاست گذاری و برنامه‌های را بر دارد که اینها در مورد مهاجرین تصامیم را اتخاذ بکنند همچنین یک موضوع به عنوان کمیسیون هماهنگی نیز در کنار این شورا تشکیل می شود و به گفته نماینده مجلس که اینا گفتن که به اساس طرح که ما قرار هست این تصویب شود برای مهاجرین اون از مهاجرینی که وارد کشور می شود ما اول امو انبیه چشم اونها را اسکن می کنیم و بعد برای اونها کارت می دهیم و خدمات مورد نیازی که اونها همه ای خدماتی که برای یک مهاجر یا برای یک اتباع خارجی در ایران ضرور هست به همون کاردش مشخص است و این کارت گفتن به هیچ وجه قابل جل نیست و فرد مهاجر نمیتونه که ای را جل بکنه همچنین گفتن بر اساس تصمیم اعضای کمیسیون ما مقابله اقامت را به کلی به صورت موقت دیده ایم چرا که به دنبال اون نیستیم که اتبایی که در کشور حضور دارن رسوب کنن و ماندگارشان بالا برود و به اساس طرح مذکور دیگر چیزی به عنوان اقامت دائم اتبا در ایران نداریم بلکه برای اتبا سه نوع اقامت موقت شامل یک ساله، سه ساله و احتمالا هفت ساله پیش بینی شده است و این اتبا برای ماندن در کشور و فعالیت به عنوان نیروی کار نیاز دارن تا کارفرماها اونها را زمانت کنند. از دیگر مباحث ذکر شده در طرح ساماندهی اتباع خارجی تقسیم آنها به سه گروه نیروی کار افراد سرمایه گذار و محصلین هستند همچنان این نماینده در پاسخ به این پرسش که آیا طرح مذکور منحصر به اتباع کشور افغانستان هست یا نه تمام کشورها را اینها شامل میشه اینها در پاسخ به این سوال گفتند که نه تنها مربوط مهاجرین افغانستانی نمی باشد بلکه تمام مهاجرین غیر قانونی که از سر, سر کشورهای دیگه وارد ایران می شود اینا باید ساماندهی شود اینا باید مشخصاتش درج سیستم های دولت باشه که اطباع غیر مجاز از هیچ کشوری ما قبول نمی کنیم نه تنها افغانستانی بلکه تمام کشورهای منطقه که اتباع اونها وارد ایران می شود، باید اینا دارای اقامت باشه اینا دارای مجوز باشه که در ایران وارد میشه یعنی شامل تنا اتباع افغانستانی نمیشه که هرگاه در صورتی که یک فردی به صورت غیر مجاز وارد کشور میشوه باید تحت مجازات شدیدی قرار بگیره حالا این مجازاتی که اینا در نظر داره معلوم نیست که این مجازات اینا چی خواهد بود آیا جریمه نقدی هست آیا زندان هست یا هر اون که هست این بعدا مشخص میشه یک بار ساماندهی اتبا تمام بشه و این ماده هایی که اینا تصویب میکنه اینا بروز پیدا کنه بین جامعه و بین مردم بعد اون زمان است که فهمیده می شود سخنگوی کمیسیون امور داخلی کشور و شوراهای مجلس گفتن ساماندهی اطبای خارجی با مقداری سختی نز همراه است چرا که حالا یک سری از مهاجرینی که در کشور هستند اونا به بخ... این غیر مجاز آمده و به همین اساس لازم است با کمک همه دستگاه های اطلاعات اونها بروز می شود و در صورت دارا بودن شرایط قانونی این افراد نیز مجوز اقامت دریافت میکنن این نکته خیلی مهم است دوستان عزیز این نکته را حتما گوش کنین من یک بار دیگر این برای شما میخوانم امیدوار هستیم که دقت کنین مخصوصا اونهایی که شما کارت ندارین شما غیر مجاز هستین و به طور غیر مجاز زندگی میکنین این قسمت خیلی خوب گوش کنین که احتمال داره که شما هم صاحب کارت گفتند که ساماندهی اتباع خارجی به مقدار سختی نیز همراه است چرا که حالا یک سری از مهاجرانی که در کشور هستند به صورت غیر مجاز آمدند بر همین اساس لازم هست که با کمک همه دستگاه ها اطلاعات آنها بروز می شود و در صورت دارا بودن شرایط قانونی این افراد نیز مجوز دریافت می کنند و همچنان آقای بیاتی در پاسخ به این سوال که گفتند آیا ممنوعیت اقامت اتباع خارجی تنها به حالتی همین حالت میمونه یا نه که در شهرها و در استانهایی که ممنوع بود اینا آیا همین ممنوعیت پا جا خواهد ماند و یا ای که وقتی که شما اقامت برشان داده شود و بدهید و ای طرح ساماندهی تکمیل شود یا اینا میتونن که در هر گوشه از ایران زندگی بکنند در پاسخ به این سوال خنگوی کمیسیون گفتن که این منوط به این هست که این موضوع تحت عنوان آمایش سرزمینی هست گفتن در طرح مذکور آمده است که با توجه به اینکه ممکن است گروهی از اطفال برای تحصیل بیاید و گروهی برای کار بیاید ما خود ما باید تعیین بکنیم که دانشجوهای افغانستانی در کجا درس بخوان و عراقی یا پاکستانی که وارد ایران میشه این محصلینی خارجی در کدام شهر در کدام دانشگاه باید درس بخونه کارگرا را ما خود ما باید ساماندهی بکنیم که در کدام شهر و در کدام استان اینا میتونه کار بکنن مجاز هست و گفتن که این آمایش سرزمین میگه در قانون دیده شده و بر عهده شورای هماهنگی استان ها گذاشته شده است خب در هر استان چند نفر لازم هست و کدام شهرستان بیشتر نیروی کار لازم هست اینا را ترتیب میکنه دوستان عزیز بیشتر در این جزئیات جدیدی که آمده بود روی اقامت یک ساله سه ساله و احتمالاً هفت ساله تاکید شد که گفتن ما اقامت دائمی در ایران نداریم هیچ اطبای خارجی را ما به عنوان یک اطباع خارجی در داخل ایران اقامت دائمی دهیم. یا یک ساله هست یا سه ساله هست یا هم احتمالاً هفت ساله هست و خیلی مهم یک جایش این بود دوستانی که گفتن که آقا کسایی را که ما اطلاعاتش بروز میکنیم غیر مجاز هست احتمال ای داره که اونا اگر شرایط پر را بکنن اونا را هم ما برایش برایشون کار دقامت دا داده شود و سه شاخه, شاخه اینجا بودن محسلین هست کارگرا هست و سرمایه دارا هست خب سرمایه دارا احتمالا بیشتر برایشان اقامت داده میشه محسلین همچنان اونا تا حداقل مو سه سال و چهار سالی که میمونه اینو باید متصلات خود به پایان برسانه و همچنان کارگرا هست در مورد کارگرا هم باید کارفرما ها اینا رو ضمانت بکنه آقا وقتی که ضمانت کرد اون کارفرما چقدر وقت اینا رو ضرورت داره زمانی که کارش تمام شد بعد اینا به اداره کار گزارش میده که آقا کار از ما تمام شده اینی کار این مقدار کارگر ما نمیخوایم شاید یک ارباب دیگه به گفته مردم یا یک کارفرمای دیگه بخواد اینا رو استخدام بکنه این برمیگرده به همو مدت اقامت اینا که اینا از طرف وزارت کشور سازمان ملی مهاجرت و دولت جمهوری اسلامی ایران برای اینا عطا میشه خب دوستای عزیز اگر در این قسمت ها کدام سوالی داشتین در خدمت شما هستیم میتونین از طریق واتساپ آواز افغانستان از طریق کامنت ها و پیام ها سوالات سنبو بپرسین، ما انشالله حتما در خدمت شما هستیم و به سوالات شما پاسخ خواهیم داد تا حد امکان جور سلامت باشین تا برنامه های شما خوبن وقت اوندی اکتا می سپارم و, و نگهدار شما